سلام، به یک ویدیو دیگه خوش اومدین. امروز و در چند ویدیو بعدی میخوایم بریم سراغ رنگ ها. رنگ ها موضوع مهمی هستند تو ایلاستریتور و ما برای اینکه بتونیم رنگ مد نظرمون رو انتخاب کنیم، معمولا از چهار مدلی که این سمت چپ میبینید میتونیم استفاده کنیم. گری اسکیل برای طیف های سفید و سیاه بدون رنگ خاصی، RGB که ترکیب متفاوت قرمز و سبز و آبیه، CMYK که توی صنعت چاپ به کار میره. همین الان بگم اگر کاری که دارید تولید میکنید مطمئنید قرار چاپ بشه و برای چاپ شدن داره طراحی میشه، حتما از همین اول با رنگ CMYK کار کنید. یعنی همون اول که داکیومنت رو باز میکنید باید حالت رنگی مد رنگی رو بذارید روی CMYK، برخلاف این داکیومنت که الان باز هست و مدش RGB. و در آخر هم مدل HSP، ترکیب هیو، سچوریشن و برایتنس، که به تفصیل در مورد اینها صحبت خواهیم کرد. برای اینکه راحت‌تر دسترسی داشته باشیم به پنل‌ها و ابزارهای مختلف، الان تو ورک اسپیس اسنشیال هستیم. می‌خوایم بریم سراغ ورک اسپیس اسنشیالز کلاسیک. خب، یک مقدار تغییر کرد، نوار ابزارمون کامل شد و پنل‌های پرکاربرد این سمت راست شورتکاتش حداقل اضافه شده و می‌تونیم سریع‌تر بهش دسترسی پیدا کنیم. من یک بار دیگه کنترل صفر رو بزنم تا فیت بشه داکیومنت روی تصویرم. بریم اول سراغ پنل کالر. خب، برای اینکه به همه جزئیات اشراف داشته باشین لطفاً یه رو کلیک کنید تا باز بشه. همونطور که میبینید الان تو حالت CMYK میخواد کالر رو به من نشون بده ولی هیچی به نمایش در نمیاد. دلیلش اینه که من اصلا چیزی رو انتخاب نکردم. میام روی این خونه کلیک میکنم و شما میبینید. یه چیز دیگه هم توضیح بدم همین الان. ما توی فتوشاپ با این نمایش آشنا بودیم. یک مربع روی مربع دیگری بود. به بالایی میگفتیم رنگ فورگراند، به پایینی میگفتیم رنگ بکگراند. توی ایلاستریتور بالایی میشه رنگ داخل شکل یا اصطلاحا فیل و پایینی میشه رنگ استروک. استروک هم به معنی دور شی هست. حالا معنی خیلی ساده و سرراستش. ولی بخوام دقیق تر معنی کنم، ما توی ایلاستریتور شیپ داریم که شیپ به دو قسمت تقسیم میشه، به فضای داخلش و فضای بیرونش. به فضای داخلش میگیم فیل، به فضای بیرونش میگیم استروک، که چون فضای بیرونش نامتناهیه یک سایزی باید داشته باشه، مثلا استروک مثلا 3.4 پوینت که اندازش رو تعیین میکنه. خب از این موضوع بگذاریم. الان رنگی که انتخاب شده با همچین ترکیبی به نمایش در میاد، یعنی مقدار فیروزه‌ایش و مقدار سرخابیش و زردیش و سیاهیش، این ترکیبش تونسته، این ترکیب ایناست در واقع، این رنگ رو بسازه. من الان میتونم جور دیگه‌ای به این رنگ نگاه کنم. خب اگه برم سراغ گری اسکیل، اون رنگ اصلی رو از دست میدم، چون توی گری اسکیل ما اصلا فقط سفیدی و سیاهی داریم و طیف بینش رو. اگر بریم سراغ RGB، خب دیگه میتونیم تعیین کنیم یا با تنظیمات مختلف که توی این سه تا حالت انجام میدیم، یا از این رو چیزی انتخاب میکنیم و بعد میاییم اصلاحش میکنیم، و یا اینکه اینجا ما کدشو میزنیم. شما میدونید که تو فتوشاپ هم داشتیم، توی RGB هر رنگی یک کدی داره، 8 رقمی از عدد و حروف تشکیل شده و یک تاست. یعنی شما میتونید مثلا اگر یک رنگی رو توی یک سایتی دیدین کدشو در بیارین و اینجا بزنید و دقیقاً همون رنگو به شما بده. قبل از اینکه من با این رنگ‌ها بازی کنم میخوام کاری کنم، اون همینه که تمام خونه های شطرنجی رو انتخاب کنم، یعنی تمام این آبی پررنگ ها میخوام انتخاب کنم. البته ابزارش رو ما هنوز آموزش ندادیم، ولی هم ماجیک وند فتوشاپه. قبلش یه کنترل زد میزنم تا رنگش برگرده به آبی که بود. حالا میتونم روی اون رنگ مد نظرم کلیک کنم تا انتخاب بشه. به محض اینکه کلیک میکنم میبینید این رنگ پرید، اینجا تنظیمات پرید. دلیلش اینه که این ناحیه هایی که انتخاب کرده یک رنگ خاص نداره. من حدسم اینه که غیر از اینکه اینا رو انتخاب کرده، این آبی هایی هم که نزدیک به این بوده انتخاب کرده. میتونیم امتحان کنیم با انتخاب یک رنگ. میبینید بله، همه اون آبی های شطرنجی رو انتخاب کرده. دلیلش اینه که تلورانسی که ماجیک فن داره زیاده. من کنترل زد میزنم برای دی سلکت کردن. خب شما میدونید توی فتوشاپ کافی بود کنترل دی بزنیم، ولی الان باید کنترل شیفت ای بزنیم تا از حالت انتخاب در. من روی ماجیک فن دبل کلیک میکنم، اینجا تلورانس رو میارم پایین تر، مثلا رو 10 میذارم. حالا روی
این آبی کلیک میکنن و شما میبینید یه رنگ رو به نمایش در آورد. دلیلش اینه که فقط این رنگ انتخاب شده و این رنگ یونیک رو یا میتونه کدش رو بنویسه و تنظیماتش رو و میتونم تعمیرش بدم و بقیه یه ماجرا. خب گری اسکیل و RGB رو گفتیم، اینو یه لحظه صبر میکنیم. CMYK هم مانند RGBه. نمیدونم دقت کردیم به تفاوت این خونه با RGB یا نه. یک بار دیگه من میزنم از CMYK میخوام بپرم RGB. میبینید مخصوصا تو این ناحیه های خیلی روشنتر CMYK محدودیت بیشتری داره و ما خیلی از رنگ ها تو این ناحیه رو نمیتونیم چاپ کنیم. این هم یه موضوعی بود که خوبه بهش اشاره کنیم. بریم سراغ HSP. خب توی HSP ما سه تا ترکیب داریم. یکی هیو. هیو نوع رنگ رو مشخص میکنه. من وقتی جابجاش میکنم رنگ های مختلفی به نمایش در میاد. سچوریشن غلظت رنگه، یعنی هر چقدر من به سمت راست برم رنگ غلظت بیشتری داره، به چپ هم نزدیک میشم طبیعتا غلظتش رو دست میده، در نهایت هم به سفید میشه. و در آخر برایتنس روشنی یا تاریکی رنگ رو تعیین میکنه و ترکیب این هاست که رنگ های مختلف رو میسازه. این رو ما دیگه کجا داشتیم؟ یه سمت چپ تولبار دبل کلیک میکنم این رو. این کالر پیکر خیلی شبیه همون چیزی که تو فتوشاپ داشتیم. توی این ستون هیو رو من در واقع دارم، نوع رنگ مشخصه، و توی این مربع نوع رنگ که مشخص شد از چپ به راست سچوریشن تغییر میکنه، از بالا به پایین برایتنس. برای همین من میتونم قشنگ اینجا بازی کنم و رنگ دلخواهم رو انتخاب کنم. حالا فرض کنید من از این رنگ که انتخاب کردم راضیم، به نظرم جذابه، اما میخوام این یکی خونه هایی که آبی مونده هنوز این رو هم یک رنگی شبیه به این انتخاب کنم، ولی مثلا یکم تیره تر یا یکم با غلظت رنگ بیشتر تو همون خانواده میخوام باشه. اول از هر چیز کنترل شیفت ای میزنم تا از حالت انتخاب در بیام. رو آبی ها کلیک میکنم این دفعه. خب برای اینکه یک رنگ هم خانواده این انتخاب کنم، اول لازمه رنگش رو دقیقاً بذارم همین رنگ. از روی دکمه کیبوردم آی رو میزنم. آی کالر پیکر ماست، یعنی قطره چکون ماست. این رنگ رو اینجا کلیک میکنم برش میدارم. حالا که برش داشتم و الان یکسان شدن، میتونم تغییراتی بدم. مثلا یکم تیره ترش کنم یا غلظت رنگ رو بیشتر کنم و تونستم به همین سادگی یک رنگ مشابه همین تو همون خانواده ولی یک مقدار متفاوت انتخاب کنم. در مورد رنگ ها ما صحبت قبل زیاد بکنیم، چندین و چند ویدیو پشت سر هم فقط در مورد رنگ قرار صحبت کنیم. این اولیش بود، با موتای رنگی آشنا شدیم. اینم بگم وب سیف RGB رنگ هایی هست، میدونی چقدر تیفش محدود شده ها. وب سیف کالرز زیر مجموعی از RGB هست، یعنی اولا پالت رنگیشون پالت رنگی RGB بوده، اما نه همش، فقط اونهایی که در گذشته ها توی بروزرهای خیلی قدیمی که فقط از 256 رنگ پشتیبانی می‌کردن، فقط این رنگ‌ها رو میتونن دقیق به نمایش در بیارن. اگر چیزی باشه که این رو نباشه، شیفت میکنه روی یکی از اینا. برای همین شاید اون چیزی نباشه که مد نظر شما بوده. اما توی کامپیوترهای امروزی و امکانات امروزی دیگه فکر نمی‌کنم کسی بخواد نگران این موضوع باشه. و معمولاً همون RGB برای فضای وب کافیه و دقیقاً به نمایش در میاد. پس من فعلا با این کاری ندارم، توصیه میکنم شما هم کاری نداشته باشید. بقیه صحبت ها بمونه برای فیلم های بعدی. خیلی ممنون که امروز همراه ما بودین. حتما ویدیوهای بعدی رو دنبال کنید. بهترین راهش اینه که تو کانال ما سابسکرایب کنید تا مطلع بشین از ویدیوهای جدید و به ویدیوهای قدیمی هم دسترسی داشته باشید. خدا نگهدارتون.